یک از شش عضو قبلی با این عضو یک رابطه دوتایی درست بکنن، پس تعداد زیر مجموعه های دو عضوی شش تا بیشتر می شود. فهمیدن آقایون؟ ما اینجا شش تا عضو داریم، اینا همه رابطه های دوتاییشون نوشتیم. حالا یه دونه عضو دیگه که اینجا اضافه میشه، همه اون شش تا میان با این دونه رابطه برقرار میکنن، پس شش تا دونه زیر مجموعه دو عضوی رو اینا اضافه میشه. درست شد بچه‌ها؟ این میشه اثبات کلامی. اونی که های فروتر فرمودن با فرمول بود و راه حل که اینجا رو نخواسته بود. خب سوال هفت میگه مجموع اعداد اصلی دو مجموعه آر به دوازده، اگه تعداد زیر مجموعه آر ربع تعداد زیر مجموعه ب باشه، هر کدوم میدونی چند عضو دارن؟ خب این تقریبا یه معادله میشه بچه ها. عدد اصلی آ و ب رو هم دوازده تا. یعنی مثلا ما میگیم که ان آ میشه ایکس تا، ان ب یعنی تعداد عضوهای ب میشه دوازده منهای ایکس. حالا تعداد زیر مجموعه های آ یعنی دو به توان آ مساوی با یک چهارم تعداد زیر مجموعه های ب. ببخشید اینجا رو ایکس میذاشته. خب یعنی دو به توان ایکس مساوی با یک چهارم بچه، یعنی چی؟ یک چهارم یعنی یک روی دو به توان دو، یعنی دو به توان منهای دو. پس این می شود دو به توان منهای دو ضرب در دو به توان دوازده منهای ایکس، یعنی دو به توان ایکس می شود دو به توان ده منهای ایکس. آیه ها مساویه، پس توان ها رو مساوی قرار میدیم، یعنی x مساویه با ده منهای x. این میشه تعداد عضوهای آ و دوازده منهای پنجم میشه تعداد عضوهای که میشه یه دور دیگه توضیح بدیم. جانم آقای واسقی بفرمید. بله عزیزم. میگه که دو تا مجموعه داریم رو هم دیگه 12 تا عضو دارن، عدد اصلی رو با n نشون میدادیم، مثلا n a به اضافه n b میشه 12. تعداد زیر مجموعه های آ یعنی دو به توان n a مساوی با یک چهارم دو به توان n b. اینجوری که هم بنویسم زیاد سخت‌تر میشه. من اونجا اومدم یه مجهولی حلش کردم. بعد حالا عرض به خدمتتون که این یعنی میشود دو به توان n a مساوی با میشه دو به توان منهای دو میشه دو به توان n b منهای دو. از این نتیجه میگیریم که از این نتیجه میگیریم که n a مساوی n b منهای دو. حالا میتونیم بیایم اینجا تو این رابطه به جای n a اینو قرار بدیم. این پاک کنم این زیر بنویسمش. تو این رابطه میایم می نویسیم n b
میل های دو به اضافه ان به مساوی با 12، یعنی شد دو تا ان به مساوی با 14، یعنی ان به مساوی میشه با 7. درست بود آقایون؟ حالا اگر این میشه 7، از 12 کم میکنیم، این هم میشه 5، یعنی همونی که از راه قبلی به دست آوردیم. اون یه راه، این هم یه راه. البته باید یکی دو با خودتون بشینیم بنویسیم تا خوب بفهمیم. اگر هم باز مشکلی هست بفرمایید. خب عرض به حضورتون که سال 8 میگه اگر بدانیم مجموعه زیر مجموعه های یک مجموعه را مجموعه توانی میگن. بچه این یه تعریفه، این یه تعریف جدیده که باید یاد بگیریم. مجموعه توانی، مجموعه توانی مجموعه همه زیر مجموعه های مجموعه رو میگن. مثلا فرض کنیم یه مجموعه مثل آ داریم که عضوهاش از 2 و 3 و 5. خب این مجموعه چند تا زیر مجموعه داره بچه؟ چند تا زیر مجموعه داره؟ 2 به توان n مساوی میشه با 2 به توان 3 میشه 8. آفرین. حالا اگه ما 8 تا زیر مجموعه رو بنویسیم، یعنی اول یک عضویه رو بنویسیم، بعد دو عضویه رو بنویسیم، بعدش سه عضویه رو بنویسیم، آخر سرم توهی رو. این میشه 8 تا زیر مجموعه. حالا اگر اینو ما توی مجموعه قرار بدیم، به این میگن مجموعه توانی آ، مجموعه ای که عضوهاش زیر مجموعه های آ هستن. اینجوری هم نشونش میدن، میگن پی آ مجموعه توانی یک مجموعه رو با پی و مجموعه نشون میدن. میفهمن آقایون؟ پس مجموعه توانی آ شد مجموعه زیر مجموعه های آ. خب حالا این اصلا این از ما نمیخواسته، میگه مجموعه توانی این چند تا عضو داره؟ خب تعداد عضوهای مجموعه توانی این برابر با زیر مجموعه S. پس این در حقیقت میگه N پی S چقدره؟ که میگه مساوی میشه با 2 به توان 5 میشه 32. اینایی که من اینجا گفتم این یه توضیحات اضافی بود که برای که شما مطلب رو یاد بگیرید، وگرنه حل این سوال فقط هم یه ذره است. تعداد عضوهای مجموعه توانی S میشه 2 به توان 5 میشه 32. درست شد بچه ها؟ خب با چه شرطی مجموع اعداد اصلی دو مجموعه با عدد اصلی اجتماع این دوتا برابره؟ خب کی میتونه بگه اینو؟ کی میتونه بگه با چه شرطی مجموع؟ سلام استاد. استاد یا یکیشون برابر توهی باشه یا با هم بگو 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 بگو. سلام عزیزم، بگو سریع. یا یکیشون توهی باشه یا این که با همگی برابر یا چی باشه؟ یه بار دیگه بفرمی. یعنی آ برابر با ب باشه. یعنی چی برابر باشه؟ آ برابر ب باشه باید دوتا مجموعه نمیشن، یه مجموعه میشن. بعد اون وقت مجموعه عدد اصلیشون با عدد اصلی دوتا مجموعه برابر نمیشه که. اگه برابر باشن مثلا 5 تا عضو داشته باشه اونم 5 تا مثل خودش، اون وقت رو هم دیگه عضوش بازم میشن 5 تا. عدد
آقای کی میخواد بگه جیان ببینم آقای جیان رو کار میشه اشترافشون چی بشه؟ آها دو مجموعه از هم جدا باشن پس اشتراکشون تهی باشه یعنی هیچ اشتراکی با هم دیگه اگه نداشته باشن تعداد رو خود دیگه کنیم بچه ها فرمولشو بلدیم دیگه ما طبق فرمول اصلا میتونیم بریم بگیم اینه اینه آ اجتماع ب مساوی چی میشد یا بتونه اینه آ اجتماع ب میشد اینه آ به اضافه اینه ب منهای ان ها اشتراک به حالا یه میگه با چه شرطی مجموع عدد اصلی با عدد اصلی دو تا مجموع برابره یعنی ما میخوایم که این با این دو تا برابر باشه یعنی باید این اصلا وجود نداشته باشه این چی باشه؟ صفر باشه خب اگر بخواد ان ها اشتراک به صفر بشه یعنی اینکه آ اشتراک به تهی باشه یعنی دو مجموعه از هم جدا باشن دو مجموعه از هم جدا باشن یعنی هیچ عضو مشترکی نداشته باشن حالا اگه تویی هم باشن که خب دیگه یکیش تویی هم باشه بازم همون معنی رو میده فرقی نمیکنه فهمیدن آقایون خب سال ده یه در شکل زیر اعدادی که در هر ناحیه نوشته شده تعداد اعضایی که تو این ناحیه هستن مجموعه P اجتماع R اجتماع Q مجموعه مرجع است خب حالا میگه اگر تعداد عضوهای P اشتراک Q مساوی باشه با تعداد عضوهای R پریم وقت X رو پیدا کنیم فکر میکنم که سوال ساده ای باشه نوشته که عرض به خدمت و N P اشتراک Q P و Q رو میبینیم بچه ها P و Q اشتراکش میشه 5 به اضافه X من اول بنویسم فرمولا رو N اشتراک Q مساوی با N R پریم P و Q این P اینم Q اشتراکشون می شود اینجا بچه ببینید این میشه یعنی میشه 5 به اضافه X مساوی با N R پریم آر پریم کجا میشه؟ خارج آر خارج آر یعنی میشه 2 و 5 و 7 مساوی میشه با 9 خیلی سوال ساده ای بود اگر سوالی هست یا متوجه نشدین لطفا بفرمایید بفرمایید من اصلا نمیفهمم که شما چرا میگین اینه P اشتراک مساوی با N بله بفهم ما ده دور هم بخوایی میگم های حسینی ولی ببین کجا چو نفهمیدی ببین چی شو نفهمیدی که من بگم من نمیگم یه خودش بگیرید خدا مسئله گفته این که یعنی تعداد اصفا P اشتراک Q این P این هم Q اشتراکشون میشه اینجا که اینجا اضافه ایمیز این 5 این هم X R کریم یعنی خارج R خارج R هم میشه 2 و 5 و هم حالا چیشو نفهمیده بودی؟ بله من نیفهم چی گفتی؟
اگر باید صورت مسئله رو بخونی بعد اگر نفهمیدی سوال کنی، اگر صورت رو نخوندی سوال کنی. با مفروضات آیه با این مفروضات زیر اینا رو گفت پیدا کنی. ما اول این معلومه ها رو تشکیل میدیم، آ ب آپریم و ب پریم رو تشکیل میدیم، بعد هر کدوم از اونایی که خواسته مینویسیم. گفته آ مساوی با x به طوری که x عضو z باشه و قدر مطلق x کوچکتر مساوی 4. x عضو z قدر مطلقش کوچکتر مساوی 4. وقتی قدر مطلق کوچکتر مساوی 4 میشه، یعنی که x از منهای 4 هست تا مثبت 4. وقتی که این میشه آ آپریم چی میشه؟ چون که این چی بوده؟ بچه ها عضو زد بوده دیگه. آپریم میشه بقیهش. آپریم یعنی میشه، اگه بخواییم به زبان ریاضی بنویسیم، میشه قدر مطلق x بزرگتر از 4. و اگر ما بنویسیم مثبت و منفی 5، مثبت و منفی 6، مثبت و منفی 7، همینجوری تا آخر. البته این هم اینجوری میتونستیم بنویسیم، بگیم که 0 مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 2، مثبت و منفی 3، مثبت و منفی 4. اینجوری هم میتونستیم بنویسیمش، جمع دورتر میشد. ولی که اون یکی را اگه میخواستیم باز بنویسیم یک خود سخت میشد، اینجوری بهتره. مثبت و منفی 5، 6، 7 الی آخر. اما ب میگه قدر مطلق x بین 1 و 2 باشه. یعنی از 1 بزرگتر باشه و 2 کوچکتر. خود 1 هم میتونه باشه دیگه. ما گفتم مثلا حرف نزنی، خیلی هم میشه حرف نزد. خب میشود بچه مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 2. اما بپریم چی میشه؟ بپریم میشه بقیهش دیگه. یعنی 0 رو میذاریم، مثبت و منفی 3، مثبت و منفی 4 الی آخر. درست شد؟ اگر کسی تا اینجا نمیفهمه بگه لطفا. حالا میریم سراغ اون چیزایی که خواسته، یه اونو آسونه. آی منهای بپریم، آی منهای بپریم میتونیم بیاییم مثلا به اشتراک تبدیلش کنیم. طبق تعریف تفریق بگیم آ اشتراک به، آ اشتراک به آ و ب در چیا مشترکن؟ مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 2. بعدش ب منهای آپریم، ب منهای آپریم شود ب اشتراک آ. بازم این همونه بچه. اینجا حالا یعنی که با هم مساوی شد، مثبت و منفی 1، مثبت و منفی 2. خب بعدش میگه آی منهای ب، آی منهای ب اونایی که تو آ هست توی ب نیست. خب میشود 0، مثبت و منفی 3، مثبت و منفی 4. و بعدی آ منهای آ اشتراک ب، گوش، آ منهای آ اشتراک ب، آ اشتراک ب رو که اینجا داشتیم 1 و 2،
مثبت و منفی بده. حالا آی منهای اون باز مساوی میشه با صفر، مثبت و منفی 3، مثبت و منفی 4. اگر کسی متوجه نشده لطفا بگه که باز توضیح بدیم مثلا. آقایون اگر کسی متوجه نشده لطفا بگه که باز بسش بگی. خب عرض به حضورتون که من این صفحه رو یه خورده چی کنم که این دارم یه چیز دیگه رو لازم دارم بیارم. خب بریم سراغ سوال بعد. عددی از بین اعداد طبیعی 1 تا 20 انتخاب میکنیم. مطلوب است احتمال اینکه این عدد فرد باشد. خب ما اول میاد فضای نمونهیشو مینویسیم. فضای نمونهی یعنی کل حالتهایی که ممکنه اتفاق بیفته با حرف S نشون میدیم. بچه فضای نمونهی رو با حرف S نشون میدیم. اینجا توی این سوال S مساویه با خودش گفته 1 تا 20. 1, 2, 3 تا 20. خب حالا احتمال اینکه این عدد فرد باشه، این پیش آمدش رو میگیریم آ، به این میگن پیش آمد. پیش آمدش رو میگیریم آ میشه 1, 3, 5 تا 19. حالا احتمال خواسته. بچه احتمال چجوری میشد؟ احتمال میشد این ببخشیم پی آ مساوی با این آ به این اس. خب یعنی تعداد عضوهای آ، تعداد فرد ها اینجا چند تا میشه؟ 10 تا. تعداد کل آ جا اس چقدر بود؟ 20 تا. پس میشه 1/2. پس احتمال اینکه این عدد فرد باشه میشه 1/2. اما حالا میگه مضرب 3 باشه. اگه بخواد مضرب 3 باشه میگیریمش ب. مضرب 3 میشود 3, 6 از همون اس بچه از 1 تا 20، 9 تا میرسه به 18. افتیدادشون هم میدونی 6 تا میشه دیگه. احتمال میخوایم بزن میگیم P B مساوی با N B. این فرمولا رو حتما باید بنویسید. به N S میشود 6 به 20 میشه 3/10. عدد فرد باشه ولی به 5 بخش پذیر نباشه. عدد فرد باشه ولی به 5 بخش پذیر نباشه. خب پس می شود 3, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 و 19. خب حالا میاد پی 3 رو حساب میکنیم احتمال این حالت رو. خب میشه N3 به NS به NS. خب بچه این عدد فردش 10 تاه. توی این عدد فرد فقط 2 تا شما هستن که به 5 هم بخش پذیرن. یکی 5 یکی 15 میشه 8 تا. پس اینا میشه 8 به 20 ساده میشه میشه 2/5. خب اما عددش نه مضرب 5 باشه نه مضرب 3. نه مضرب 5 باشه نه مضرب 3. خب ما هم مضرب 5 و هم مضرب 3 رو پیدا میکنیم، کم میکنیم. خب اونایی که مضرب 5 و 3 هستن فقط مضرب 3 خالی که اون بالایی ها به دست اومد 8 تا. مضرب 5 هم چند تا میشه بچه‌ها؟
می شود 5 و 10 و 15 و 20. درسته؟ این 4 تا میشه 12 تا. این 12 تا رو ازش برمی‌داریم. یعنی ما میتونیم بیایم بگیم 20 منهای 12 یا اینکه بیایم بنویسیم 8 تا باز. نه مضرب 5 باشه نه مضرب 3. 1 2 4 6 هم نمیشه. 7 8 11 13 14 16 و 17 و 19 باید 8 بشه بکنم. 3 6 9 12 اینجا 12 تا. اینجا ما چند تا در آوردیم؟ گفتیم که 8 تا هستن که مضرب 3 هستن فقط. آها نه فرد هستن ببخشید، 6 تا مضرب 3 بودن. درست، پس اینجا 12 تا. پس حالا P D مساوی با N D به N S میشه 12 به 20 به 4 ساده میشه، میشه 0.5. خب اگر که سوالی هست لطفاً بفرمایید، اگر متوجه نشدی یا سوالی داریم بگید من توضیح بدم. نکته‌ای داره احتمالا؟ سوال 13 میگه تاسی را 3 بار پرتاب میکنیم، احتمال اینکه دفعه سوم 6 ظاهر شود چقدر؟ بچه وقتی تاس رو ما 3 بار پرتاب میکنیم با 3 تا تاس یک بار با هم فرقی نمی کنه. تاسی رو 3 بار پرتاب کنیم یا این که یه دونه تاس رو 3 تا تاس رو یک بار پرتاب کنی تفاوتی نمی کنه. تعداد حالتهایی که اینجا ممکنه باشه یعنی فضای نمونه ایش تاس 6 حالت داره دیگه بچه، تاس می شود 6 به توان 3 یعنی این اس می شود 6 به توان 3 یعنی 216 حالت ممکنه باشه. حالا اگر که ما 3 تا تاس هم بیاییم یک بار بندازیم باز همینجوری میشه. 3 تا تاس هم بندازیم چون هر کدومشون 6 تا حالت دارن، 1 2 3 4 5 6، بعد این 216 تقسیم بر 6 میشه، میشه 1/36 چون هر کدومشون 6 تا حالت داره. پس هیه اینجا حالا آ که همه حالت 6 اگه بگیم باشه میشه 36 216 میشه 1/6. با یک تازم فرق نمی کنه، شما یک تازم که بندازی احتمالی که 6 بیاد 1/6. یعنی شما الان یه تاس میندازی چقدر احتمال داره 2 بیاد، چقدر احتمال داره 5 بیاد، چقدر احتمال داره 6 بیاد. گفتی تاس سالم تازال معمولا میگن، یعنی بعضی تاس ها رو میمونایی که به سرای خود شیطان و بازی گوش هستن یه طرفش سنگین تر میکنن که اون شماره ای که میخوان بیشتر بیاد، ولی تاس سالم همه عدداش مساویه. وقتی موندازی هم احتمالش مساویه، 6 تا عدد داره هر کدومش هر کدومش 1/6 احتمال اومدن داره که این میشه 216 حالت میشد کلش که حالا 36 تا 6 1/6 میشه. خانواده 4 تا فرزند داره، احتماله که تعداد فرزندان پسر آنها از تعداد فرزندان دخترشون بیشتر باشه چقدره؟ خب اینا اگه بیام حالات به اصطلاح ممکنشو بنویسیم، یعنی اسش رو تشکیل بدیم، 4 تا فرزند دارن دیگه. این 4 تا فرزند میتونه اولیش دختر 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 باشه،
میتونه که دختر 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 پسر باشه. میتونه دختر دختر پسر پسر باشه. میتونه دختر پسر 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 باشه. میتونه چهارتاییشون پسر باشن. میتونه که باز دختر پسر عرض به خدمتتون که دختر پسر باشه. 16 حالت میشه خلاصه بچه. میتونه دختر پسر پسر دختر باشه. میتونه دختر دیگه چی؟ دختر پسر دختر دختر نوشتم. دختر پسر دختر دختر باید به این نظم نوشتم، دقت نکردم ننوشتم، حالا یه خود کار رو سخت میکنیم. خب منظم بنویسمش ها. چون که یه بچه دو حالت داره، یا پسر یا دختر، چهار تا هم هستن، این اسم مساوی میشه با 2 به توان 4 میشه 16 حالت. 16 حالت میشه که 16 مدل ممکنه که این بچه ها باشن. حالا تعداد فرزند پسر از تعداد فرزندان دختر بیشتر باشد چهده؟ خب اینا احتمالش مساوی میشه، همیشه 50% میشه فکر میکنم. ولی که این سیم بازم گفتیم دختر 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 این پسر دختر دختر پسر دختر 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 پسر رو نوشتیم. پسر پسر دختر پسر دختر 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 پسر پسر دختر دختر پسر پسر از دریون بذار بشن پسر 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 یه یعنی بگیم که پسر 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 دختر 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 پسر دختر پسر دختر پسر پسر دختر پسر اینا آخرش با هم مساوی میشه بچه‌ها. میشماریم تعداد دختر و پسر رو که ببینیم کدومشون هستن، که یکی داریم که همشون دختره، یکی داریم همشون پسره، درسته؟ بعد اونجا 14 تا میمونه، 7 تا پسرها بیشترن، 7 تا دخترها، پس تعدادشون با هم دیگه مساوی. احتمال اینکه تعداد فرزندان پسر از تعداد فرزندان دختر بیشتر باشد چقدر، همچین احتمالی وجود نداره، احتمالش میشه 0. یعنی 7/16 میشه پسر، 7/16 میشه دختر. سلام استاد نامه. از پی دختر مساوی میشه با پی پسر. اگر کسی راه دیگه ای رفته یا جواب دیگه ای دست آورده بگه لطفا. ما همه همشون ننوشتم، میگه 16 تا میخواد و حوصله‌اش هم نداشتم. آقای افروز بفرمایید. آقای افروز بفرمایید. چی شده من نفهمیدم؟ خب بچه بزرگا فرق میکنه، مثلا بچه اولش ممکنه پسر باشه، بچه دومش دختر باشه، یا بچه اولش دختر باشه بچه دومش پسر باشه، یا دو تا بچه اولش پسر باشه دو تا بچه دومش دختر باشه. اینا ترتیب سنیشون فرق داره، اگه اونجوری باشه که بعد دو جور بیشتر نمیشن. خواهش میکنم. خب
سوال 15 میگه بین عدد طبیعی کمتر از 78 عددی به تصادف انتخاب بکنیم. احتمالی که این عدد بر 7 و 11 بخش پذیر نباشد چقدر است؟ اون خیلی ساده است. اون اونایی که بخش پذیر هستن بر 7 و 11 رو پیدا میکنیم، از این کم میکنیم دیگه. به این راه میگن راه متمم. چون که بخواهیم اونها رو پیدا کنیم به خیلی طول میکشه، ولی اونایی که بر 7 و 11 بخش پذیرند، یعنی که بر 7 و 11 بخش پذیر نباشد، اون یه دونه عدد یعنی بر 77 بخش پذیر نباشه. درست بچه ها؟ از بین عدد طبیعی کمتر از 78 یعنی S می شود 1, 2, 3 تا 77. گفته یه عدد انتخاب میکنیم، احتمال اینکه این عدد بر 7 و 11، نگفته بود 7 یا 11، اگه گفته بود 7 یا 11 باید هم 7 رو حساب میکردیم هم 11 ها رو، ولی چون میگه بر دوتایشون 7 و 11 فقط میشه 77. بعد چند تاشون هستن که این شانس رو ندارن؟ 76 تاشون. پس میشه بعد NA میشه 76، اعدادی که بر 7 و 11 بخش پذیر نیستن، پس احتمالش NA به NS. اگر که فقط یه شیطنت بکنن این ور رو بردارن بذارن یا، اون وقت سوال تغییر میکنه کلا. یعنی شما باید هم مضربای 7 رو انتخاب کنی هم مضربای 11 رو پیدا کنی، اشتراکاشون رو ورداری، سوال خیلی قشنگتر میشه، اون وقت باید به اون صورت حلش کنی. خب من اینو از اون راه حل میکنم چون که الان جا داریم و وقتم فکر کنم داریم. حالا میگه که اگر گفته بود 7 یا 11، یعنی اول مضارب 7، مضارب 7ش میشه 11 تا، مضارب 11ش هم میشه چند تا بچه ها؟ اینجا میگیم که 7 تا مضرب 7 تا مضرب 11، 11 تا مضرب 7، بعد یه دونه مضرب مشترک همون 77 که دوباره حساب میشه، پس میشه 7 به اضافه 11 منهای 1 میشه 17. این میشه اونایی که بخش پذیر هستن. حالا اونایی که نیستن میشه 77 منهای 17 میشه 60. پس اینجا می نویسیم پی ب مساوی با ان ب به ان اس میشه 60 روی 77. خب پس اگر گفته بود که عرض به خدمتتون که اینجوری نباشم، من اینم بیارم بالاتر بنویسم که فرمولش هم زیرش بنویسم. اینم مشترک، حالا می‌نویسیم اینجا NA اجتماع B، فرموله رو می‌نویسم که میشد NA به اضافه NB منهای NA اشتراک B. از این فرمول اومدیم استفاده کردیم، 7 11 اینم اشتراکی شد، کم کردیم. فهمیدن آقایون؟ دیگه بعد از این سوال چی داشتیم؟ مال کتاب درسی رو حل کرده بودیم، یعنی الان کارگاه کلاس رو حل شد، تمرین ها حل شد، تک
میگی حل شد درسته. آقای نعمت اللهی، آقای نعمت اللهی جواب بدین لطفا. یعنی الان تمام سوالای کاردن کلاس حل شد، تمام تمرین ها حل شد، تکمیلی هم حل شد، درسته؟ خب من دیگه هم میکنم این زن بله شد عرض به خدمتون که کار در کلاس این هم میشه دیگه، درسته؟ میگه مجموعه های متمم مجموعه A B را بنویسید و مجموعه S مجموعه مرجع است. اینا رو فکر کنم حل کردیم، اینا که متمم مرجع از 33 حل نکردیم، اونجایی که به احتمال معنی از اینجا حل نکردیم. سکه را دو بار پرتاب میکنیم، فضای نمونه ای و پیش آمد های زیر را بنویسید. آمدن هر دو بار رو، اول فضای نمونه ای رو بنویسیم. ما S دو تا سکه داریم، دو تا سکه میشه دو به توان دو میشه چهار تا حالت، یکیش میشود رو و رو، یکی دیگهش میشود رو و پشت، یکیش میشه پشت و پشت، یکیش میشه پشت و رو. این میشه کل فضای نمونه ایش، حالت هایی که میگه آمدن هر دوبار رو، آمدن هر دوبار رو میشه آ مساوی میشه با رو و رو، احتمالش میشه چقدر؟ هی آ مساوی ان آ به ان اس، یعنی میشه یک به چهار. بعدیش میگه آمدن بار اول پشت، بار اول پشت بیاد میگیریم به مساوی میشه با اول پشت و پشت، بار اولش پشت دیگه، باید دومیش هم میخواد باشه یا نباشه دیگه نگفت، این هم پشت رو. پس پی ب مساوی با ان ب به ان اس میشه دو چهارم. آمدن حداقل یک بار رو، بچه این حداقل یک بار رو یعنی اگه بیشتر اومد بهتر ولی کمتر نیاد. سی مساوی با حداقل یک بار رو، پس دو بار هم باید باشه خوبه، رو و پشت، پشت و رو. پس پی سی مساوی میشه با ان سی به ان اس میشود سه چهارم. اما آمدن حد اکثر یک بار رو یعنی از یه بار رو بیشتر نیاد، اگه کمتر اومد بهتر. پس اینو می‌نویسید دی حد اکثر یک بار، یعنی پشت و پشت هم قبوله، رو نداشته باشه اصلا، رو و پشت، پشت و رو، باز میشه چقدر؟ سه چهارم. پی دی میشه بعد ان دی به ان اس مساوی میشه با سه چهارم. سوالی هست بچه ها؟ میگه فکر میکنید در مثال بالا اگر ما دو سکه را با هم پرتاب کنیم تغییری در پاسخ حاصل میشود؟ خیر، اتفاقا ما تو حل اومدیم دو تا سکه رو با هم در نظر گرفتیم، ما یه سکه در نظر نگرفتیم، چون قبلش من اونجا تو اون جریان تاس گفتم که یه دونه رو سه بار بندازیم، که سه تا رو یه بار بندازیم، سکه هم همینطوره، چه دو تا سکه رو یه بار بندازیم، که این که یه دونه رو دو بار بندازیم تفاوتی نمی‌کنه. میگه یک سکه و یک تاس رو با هم پرتاب می‌کنیم، فضای نمونه‌ای و پیشانت‌های زیر را بنویسید. سکه دو حالت داره بچه‌ها، تاس شش حالت داره. پس
فضای میمونهیش میشه دو شیشتا دوازده تا. حالا اگر یکیشون مثلا ما سه تا سکه داشتیم میشه دو به توان سه، و اگر دو تا تاس داشتیم میشه شیش به توان دو. تعدادش اینجوری به دست میومد. خب حالا میگه که فضای نمونهیشو بنویسید. باش اسم مساوی با اگر سکه رو بیاد اون وقت تاس میتونه یک بیاد، میتونه دو بیاد، میتونه سه بیاد، درست آقایون؟ تا شیش. باز میاد سکه پشت میشه، اون یک میاد، دو میاد، تا شیش. این میشه دوازده حالتش. حالا میگه احتمال اینکه سکه رو بیاد چقدر؟ خب معلومه شیش تاشون رو هم دیگه. پس بنویسیم پی آ مساوی با ام آ به ام اس میشه شیش به دوازده میشه یک دو. حالا بعدیش سکه رو بیاد ولی تاس عددی زوج بیاد. سکه رو بیاد، تاس عددی زوج بیاد، بعد رو دو، رو چهار، رو شیش. میشه بعد سه دوازده هم میشه یک چهار. سکه پشت بیاد و تاس عدد اول بیاد. حالا من اینجا این فضای نمونه یک هم اینجا بنویسم جلوش که دیگه، یعنی پیش آمدشو پیش آمدش هم بنویسم. مثلا واسه این آ مساوی میشه با سکه رو بیاد، این میشود رو و یک، رو و دو، همینطوری میره تا رو و شیش که این میشه شیشتا. اینجا سکه رو و تاس عدد زوج بیاد، این میشه رو و دو، رو و چهار، رو و شیش. بعدش میگه سکه پشت بیاد و تاس عدد اول بیاد. سکه پشت بیاد، تاس عدد اول بیاد. خب این هم می‌نویسیم پشت و دو، پشت و سه، پشت و پنج. این هم میشه سه تا. پس پی سی میشود ان سی. سلام استاد. این سوالی میشود با سه دوازده ها بازم میشه یک چهارم. درست شد آقایون؟ این زد سی و سه چیه مرداد؟ رمز میگی؟ بعد اینجا سال 36 گفته در دو مثال بالا احتمال وقوع پیش آمدن بیابی که ما احتمالش هم حساب کردیم. اینجا فقط گفته اون فضای نمونه ای و پیش آمده رو بنویسیم. من اینجا احتمالش هم حساب کردم که میتونیم اگه بخواییم احتمال برداریم بره بذاریم پایین که دیالا لازم نداریم. میخواییم میارم اینجا نه ویلش کن. خب اینم از کار در کلاس. حالا ببینم تمرین چی مونده بوده. البته زمانی نداریم ولی کن اگر که تمرین بذار پیداش کنم و تمرین کو اینه. پیداش کنیم وقت همونه. چهل و چهار تا چهل و هشت. خب میگه فضای نمونه ای آزمایش های زیر بنویسید. انتخاب یک عدد طبیعی از یک تا ده. انتخاب یک عدد طبیعی از یک تا ده، یعنی اس مساوی میشه با یک دو سه تا ده. انتخاب دو عدد طبیعی از یک تا چهار، اینجا اسش مساوی میشه
این فضای نمونه یه آزمایشه که داده باز پیش رفته. اینجا هم اس مساوی میشه و دو تا عدد میخواییم از یک تا چهار، یعنی میسیم یک و یک، یک و دو، یک و سه، یک و چهار، دو و یک، دو و دو، دو و سه، دو و چهار، سه و یک، سه و دو. ببین فرق میکنه اولی رو شما سه انتخاب کنی یا دومی رو. سه و سه، سه و چهار، چهار و یک، چهار و دو، چهار و سه و چهار و چهار. این هم میشه 16 حالت. بچه گفته بود که دو تا عدد طبیعی یک تا چهار انتخاب کنی. اینو که اولی ممکنه دو انتخاب کنی، دومی رو سه، یا اولی رو سه انتخاب کنی دومی رو دو. انتخاب یکی از مقسوم رایه های عدد 24، خب این که دیگه خیلی آسونه. یکی از مقسوم رایه 24 می نیستیم، 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 و 24. نوشتن یک عدد دو رقمی با اعداد این، خب عدد دو رقمی پس صفر رو اول نمیتونیم بیاریم، دو رو میتونیم اول بذاریم. مثلا بگیم 20, 23, 25, 26، بعد بیایم سه رو اول بذاریم، بگیم 30, 32, 33. میگه 22 رو من ننوشتم. 33, 35, 36. حالا چی رو بریم اول؟ حالا 5 رو بریم اول، میشه 50, 52, 53, 55, 56 و بعد 6 رو بریم اول، میشه 60, 62, 63, 65 و 66. پرتاب دو سکه و یک تاس. پرتاب دو تا سکه، خب گفتیم دو تا سکه میشه 2 به توان 2، تاس هم که 6 حالته میشه 24 حالت. پس می نویسیم مثلا اس مساویه با سکه هامون، مثلا رو رو یک، همینجوری رو رو دو، رو رو سه، این تا آخر میاد تا 6. باز رو پشت یک، رو پشت دو، باز این هم میاد تا 6. بعدش میایم میگیم پشت رو یک، پشت رو دو، میاد تا 6. این 24 تا، یعنی 6 تا 4 تا اینجوری ساخته میشه.